سلام و درود میگم خدمت همه دوستان عزیز. در این برنامه میخواییم در مورد زنی صحبت کنیم به نام لوئیزا دونا که به افسانه ترسناک در مکزیک تبدیل شده. پس در ادامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جان نمونید. لوئیزا دونا داستان زنی است که در نیمه های شب با ناله و شیون گریه کرده و دائم فرزندانش را صدا می زند. کودکانم، کودکان بیگناه من. ادعا می شود ناله های این زن آنقدر بلند و جانسوز است که تقریبا در تمام شهر شنیده می شود. بعضی از مردم ادعا می کنند که حتی روح این زن را دیدند که لباسی کهنه و پاره به تن دارد و روی آن لکه های خون دیده می شود. اما داستان این گریه های شبانه به این قرار است که در حدود 460 سال پیش، یعنی در سال 1550، در مکزیک دختری دورگ سرخپوست و اسپانیایی به نام لوئیزا دونا زندگی می کرد. زیبایی این دختر به حدی بود که گفته می شد زیباترین دختر دنیا است. همین زیبایی باعث شده بود تا دچار غرور شود و عقیده داشت زیباترین دختر دنیا باید با زیباترین مرد ازدواج کند. در یکی از روزهایی که او در انتظار مرد رویاهایش سوار بر اسب سفید بود، یکی از نجیب زادگان اسپانیایی به نام دون نونو مونتکلاس که به مکزیک مهاجرت کرده بود و اتفاقاً چهره ای زیبا داشت، وقتی از دهکده آنها گذر می کرد با ماریا آشنا شده و با او ازدواج کرد. در این زمان ماریا تصور می کرد که خوشبخت‌ترین زن روی کره زمین است و این خوشبختی با به دنیا آمدن فرزندانش تکمیل شد. آنها صاحب سه فرزند شده بودند. در این مدت دون نونو برای دیدن پدر و مادرش مرتب به شهر می رفت و باز می گشت، تا اینکه در یکی از همین سفرها رفت و هیچگاه باز نگشت. پس از گذشت چند ماه ماریا برای یافتن همسرش به شهر رفته و بالاخره او را پیدا کرد، اما یک باره با صحنه ای باور نکردنی روبرو شد. او همسرش را در میان یک جشن عروسی یافت. دون نونو داشت با دختری از یک خانواده متمول اسپانیایی ازدواج میکرد. در این هنگام ماریا ساکت نمانده و به همه گفت که من همسر این مرد هستم، اما دون نونو گفته های او را تکذیب کرد و گفت من هرگز با زنی بی اصالت مانند تو ازدواج نخواهم کرد، و ماریا را به طرز بدی از جشن بیرون کردند. ماریا درمانده و مستاصل با حس کینه ای عمیق به دهکده بازگشت و در یک حمله به طرز فجیعی کودکان خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. پس از چند ساعت وقتی کمی آرام شد، تازه فهمید که چه کاری انجام داده است. ماریا دیوانه‌وار جیغ می‌زد و با لباس‌هایی که غرق در خون بود، در خیابان می‌دوید که دستگیر شد و به جرم قتل فرزندانش مدتی زندانی و بعد از آن به اعدام محکوم شد. اما این پایان داستان او نبود، زیرا از آن به بعد مردم بعد از گذشت این همه سال هنوز تصور می کنند که صدای او در گوش و کنار شهر و در اطراف خانه ای که کودکانش را در آنجا به قتل رسانده بود به گوش می رسد. نظر شما در مورد این داستان چیه؟ برامون کامنت بذارید و نظرتون رو به ما بگید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جان نمونید.